بنا به خدایی که یاد و نامش آرامش دهنده قلب ها و دل هاست. صمیمانه ترین سلام های گرم خدا تقدیم شما هموطنان خوبم میکنم و آرزو دارم که در هر جایی که هستی سعادتمند باشی و در کنار اعضای خانواده محترمتان همیشه و همیشه در سعادتمندی، در امنیت و در خوشی ها همراه باشین. همراه شما از زن هسته با برنامه روشنا، امید دارم که تا آخرین لحظات همراه ما باشین. یادتان باشه که با ما در ارتباط باشین و خوشحال میشیم که از طریق نمبر واتساپی که برای شما از زن اعلام میکنیم با ما در ارتباط باشین. میتونین که سوالات خودتان را همراه ما در میان قرار بدین. درد و دلها، گپها، انتقادات، پیشنهادات و هر گپ و گفتی که دارین با ما در میان قرار بدین. مثبت 964-780-255-40-13. و ما شما عزیزان همیشه همراه میفهمیم که ما در روزهای پنجشنبه همراه شما عزیزان در رابطه با آرامش صحبت کردیم. خب بله، در این روزگاری که قدر سختی ها و استرس ها و اضطراب ها زیاده است، به واقعیت آرامش یک نعمت بسیار بزرگ است که ما و شما همیشه به فکر از او هستیم و دنبال او هستیم که بتونیم آرامش در زندگی خود ما پیدا کنیم، به دست بیاریم. و این که چه قسم و چگونه از برنامه روشناست که تقدیم شما عزیزان میشه. و اما امروز شما والدین عزیز، پدرها و مادرهایی که همیشه دلسوز و مهربان هستند، شما حتما امروز بیننده برنامه باشین. چرا؟ به خاطر از اینکه امروز میخواییم که نقش شما عزیزان در آرامش در خانواده بیان کنیم. همراه با خواهر خوم و خانم حسن‌زاده هستیم در استودیو. خوش آمدید عرض میکنیم و سلام گرم هم تقدیم شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. انشالله در هر کجا که این برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن. الهی آمین. ما هم آرزو داریم برای یک هموطنهای خوبیم و هر کسی که بیننده برنامه هست. خب نقش والدین در آرامش، ما همیشه خانم حسن‌زاده خانواده های عزیز به خصوص پدرها و مادرها را همیشه میگیم که شما همیشه مسئولیت های بسیار زیاده دارین در قبال خانواده، در قبال اولادایشان. و بازم امروز میخواییم بگیم که شما بازم یک مسئولیت بزرگ دیگه هم دارین و اوی است که در خانه و خانواده ایتان شما نقش بسیار بزرگی در ایجاد آرامش دارین. چه قسم؟ خانم حسن‌زاده براتون بیان میکنم. بفرم. بله، همونجور که شما بیان کردین، موضوع مورد بحث ما آرامش در خانواده بود که ما در جلسات قبل آرامش در تحکیم خانواده رو بیان کردیم، راه های ایجاد و تقویت آرامش رو بیان کردیم و جلسه قبل این رو گفتیم که چی چیزهایی باعث میشه آرامش رو برهم بزنه. بله. که از جمله گفتیم نارضایتی اعضای خانواده است، رعایت نکردن حقوق یکدیگر در خانواده بین اعضا است و پخش و گوش کردن به یک شایعاتی که در فضای مجازی باشه، حالا یا چشم همچشمی ها و تجمل گرایی ها و بدبینی ها و سوء زن، اینها باعث میشه که در خانواده آرامش برهم زده بشه. درست. اما در این جلسه ما نقش والدین در آرامش خانواده رو میخوایم بحث کنیم، این رو بیان کنیم که والدین گرامی حتما دقت داشته باشن، همونجور که مسئولیت اولاد خود خوب به عهده دارن، لحاظ تامین مادیات و اینها، لحاظ آرامش خانواده آدم نقش بسیار بزرگی رو دارن. چون زمانی که در خانه و به دوستی و ثبات و آرامش باشه، پدر و مادر آرامش روحی و فکری مناسبی برخوردار باشن، فرزندانی که در کنار اونها هستن، اونها هم خوب تربیت میشن، اونها هم با آرامش خاطر رشد پیدا میکنن و از یک اطمینان خاطر و امنیت روانی برخوردار هستن. پس اولین مورد اینه که خود والدین باید آرامش رو حتما در خود داشته باشن. حالا آرامش جسمی و آرامش روحی فرقی نمی‌کنه، ولی ما بیشتر مد نظر ما اون چیزی که در خانواده است آرامش روحی است. چون روحی. اگر آرامش روحی باشه، آرامش جسمی هم به دنبال از او ایجاد میشه در خانواده. دیگه میگن عقل سالم در بدن سالم. احسن. بنابراین رابطه اعمال و رفتار والدین باید این آرامش دیده بشه. یعنی والدین هم، یعنی فرزندان هم این رو در والدین خود احساس بکنن و این امنیت خاطر رو داشته باشن که از هر جای
داد. پدر ما اگه من مثلا مشکلی دارم با پدر و مادر خود در میان بگذارم، مادر پدرم با فداکاری، گذشت، ایثار، راهنمایی لازم رو به من میکنن. وقتی فرزند ای اطمینان خاطر رو داشت، دیگه به سوی پدر و مادر خود میره در مشکلات خود. و اگه خانواده خدای نکرده بین پدر و مادر درگیری و نزاع و دعوا اینا باشه، حتی فرزند جرأت نداره مسائل مشکلات خود با پدر و مادر در میان بگذاره. اگه بگم من مشکلات خود به پدر و مادر خود بگم، ممکنه مشکلات دیگه هم برون اضافه بشه و دردسر هم به ایجاد میشه و نارامی در خانواده بیشتر میشه. و این فرزند اینها باعث میشه که تمام مشکلات رو به سوی خود نگه داره و نتونم تا او درست تصمیم گیری بگیره و اون مشکل خود برطرف کنه. اینو باید والدین حتما توجه داشته باشه. چه عواقبی دیگه‌ای داره؟ امکان داره که بره با رفیق و یک دوستی که نادان‌تر از خودش است مشورت کنه و بسا که در سختی ها و مشکلات قرار بگیره. اصلا وقتی که برعکس مثلا بود که به همین صورتی که ما گفتیم که به سمتی بود که راحت با حرفا خوب با والدین زد، و این باعث میشه که یک شخصیت پایدار شکل بگیره در این جوانی و نوجوان ما، که ابتدا باعث نشه که به حرفای خود به دوستان خود یا حتی ما که دلسوزی و نیرم یا کسان اطرافی ها خود فامیل خود اینها مطرح کنه، میاد با پدر مادر خود برطرف میکنه. حتی پدر مادر وقتی با آرومی با این نوجوان برخورد میکنن و مشکلی رو کمک میکنن، این نوجوان کم کم یاد میگیره در جایی که پدر مادر نبود در برابر مشکلات خود پایدار باشه و زودی از خود خور مثلا باعث نشه که دست بده و بتونه با مشکل خود تصمیم درستی بگیره و بتونه در برابر مشکل خود پیروز بشه. این رو به خود نوجوان هم پدر و مادر با آرامش که خود اینا دارن کم کم یاد میدن. خب چنین فضاییه که باعث میشه که رشد استعداد و پیشرفت و ترقی خانواده رو برای والدین، هر والدینی دوست دارن آینده فرزند اونها آینده باشه که موفقیت آمیز باشه. پس انشالله در پی داره. یک مطلب دیگه، اگه نه برعکس ناآرامی بود، عواطف محبت در خانه نبود، باعث میشه که ریشه ای آرامش خشک بشه. وقتی که ریشه خشک شد دیگه هم عواقبی که در پی داره که بیان شد. خب پدر و مادر ما گفتیم مهمترین عامل آرامش در خانواده هستن و همه پدر و مادرها نگران فرزندان خود خواه هستن، نگران آینده از اینا هستن که یارب چی میشه مثلا فرزند ما بزرگ بشه، چی مثلا مثلا آینده داره اینا، و همه هم دوست دارن فرزند اینا آینده خوبی داشته باشه و برای او هم تلاش میکنن. ولی بعضی از پدر و مادران متاسفانه ناخودآگاه، یعنی خود اینا متوجه نیستن، باعث میشن یک حرکات هایی را انجام بدن که نه تنها به آرامش رو به فرزندان خود بدن، بلکه دچار استرس کنن این فرزند خود رو. ممکنه سوال ایجاد بشه که به چه صورتی اتفاق بیفته. ما میگم مثلا فرزند خود رو خود میگن که تو با این جور درس خوندن نه به جایی میرسی و نه یک فرد مفیدی میشی، در صورتی که این راه کار نیه، باید از راه خودش وارد بشن اگه تذکری میخوان بدن، و یا این چنان چنان برای ایرادهایی میگیرن که این باعث میشه فرزند تحقیر بشه. وقتی که تحقیر شد عزت نفس خورد دست میده به طبعه. خب وقتی که عزت نفس ندیشی نمیتونه بری پیشرفت خب تلاش داشته باشه. خب این باعث میشه که پدر و مادر نه تنها که به پیشرفت کمک نکنن، استرسی هم به او وارد کنن. پس حتما باید این توجه داشته باشن که هیچ وقت فرزند با فرزند دیگه یا با افراد دیگه مقایسه نکنن، همین تبعیض قرار ندن، بلکه این فرزند رو با استعدادها و شخصیت روحی روانی داره با خودی مقایسه کنن، نه با افراد خارج از محیط مثلا که در خانواده است یا با افراد دیگه. مثلا چه ارتباطات کلامی در خانواده ایجاد میشه، حتی پدر مادر متوجه نیان، به صورت ناخودآگاه هوش یک فرزند خو، موفقیت یک فرزند خو، یا مثلا او بزرگ کوچیک بودن یا دختر پسر بودن فرزند خو باعث میده بر فرزند دیگه ترجیح بدن حتی، و این خود باعث مشکلاتی میشه. همین باعث میشه که این فرزندی که هوش کمتری داره یا مثلا موفقیت های کمتری در زمینه هایی که پدر مادر خواستن کسب کنه، این شاید موفق تر باشه، شاید در دیگه زمینه ها دیگه زمینه ها موفق داشته باشه و رشد پیدا کنه. ولی خانواده باید به این نکته والدین اینجی که توجه کنن، اگه به اینها توجه نکنن باعث میشه که این نوجوان کم کم ناآرامی رو در خود احساس کنه و به خانواده انتقال بده. چون نوجوانی
مثل آتش میمانه که زیر خاکستر است. به محض ای که یک بادی بیایه ای آتش رو روشن میکنه. حال ممکنه همین نوجوانی که ما اصلا بری و بها ندادیم، بری و توجه نکردیم یا حتی اون تحقیر و سرزنش کردیم و عزت نفسی رو آوردیم پایین، در بعدن تعامل و صبر یزی دیگه اونقدر نباشه، در برابر پدر و مادر خوب ایسته و خدای نکنه که مثلا وقتی که در مقابل اینا خدا نکرده ایستاد و ای احترام ها و حرمت ها از بین رفت، دیگه ناآرامی در این خانه ایجاد میشه. بله، بله. که والدین گرامی باید به این موضوع خیلی توجه داشته باشه. دقیقا همون روابط هست که صحبت شده، ما در برنامه ما صحبت کردیم روابط بین والدین و فرزندان چقدر اهمیت داره. آره. حالا که موضوع ما آرامش هست، خب این روابط میتونه هرچی که صمیمانه تر باشه، هرچی دوستانه تر باشه، آرامش به همون نسبت زیادتر و بیشتر میتونه در خانواده. این گپ بسیار در بین خانواده های ما زیاد است خانم حسن زادم، همین مقایسه کردن ها، وانا بچه خالص سیکو مثلا نه قسم در اینجا نه طور پیشرفت کرده، نه طور کار میکنه یا نه طور درس میخونه، توی چیز نیستی، یا اون بچه کاکایت سایکو یا اون دختر مامایت سایکو. این گپ ها بسیار در خانواده های ما متاسفانه هست، همین مقایسه کردن ها و ای که اولاد خود ما را تحقیر میکنیم و اولاد کس دیگر را کوشش میکنیم که به حساب در رو خزو بیاریم و او را نشان بدیم که او بالاتر از دوست. این چقدر صدمات روحی میتونه بزنه، حتی عزت نفسی بچه رو دیگه از بین میبره و موفقیت هایی که قراره در آینده نصیب این نوجوان ما بشه دیگه از بین رفته و رشد و پرورش پیدا نمیکنه. خب ما تا اینجا نقش والدین رو با هم بیان کردیم برای یک آرامش در یک خانواده رو، ولی هر یک از خانواده مثلا این بیشتر مربوط به والدین و فرزندان بود، ولی هر یک از اعضای خانواده، حال پدر و مادر که در رأس این خانواده هستن، باز هم خود وظایفی دارن. مثلا نقش زن در آرامش خانواده یا نقش مرد در آرامش خانواده، اینها رو ما میخوایم برای بررسی قرار بدیم که چقدر تاثیرگذار هست در یک خانواده. مادر چه کارهایی میتونه انجام بده که یک خانه آرامی داشته باشه، یا پدر چه کارهایی رو میتونه بکنه که یک خانه آرامی رو برای خانواده خود ایجاد کنه. درست، بله. اما نقش زن در ایجاد محیطی آرام برای خانواده اینه که زن، ما میدانیم که یک زن یک موجودی هست که از لطافت خاصی برخوردار هست و از لحاظ روحی روانی عاطفی تر هست نسبت به مرد و این نقش موثرتری میتونه داشته باشه در ایجاد آرامش خانواده خودش. یک زن دو تا نقش در این خانواده داره. یکی به عنوان همسر هست که میتونه نقش ایفا کنه که خوب شوهرداری کردن است، که گفتیم که حد خوب شوهرداری کردن یک زن در حد در جهاد در راه خدا محسوب میشه، از لحاظ ارزشمندی او میخوان بیان کنیم. و نقش دیگری که هست نقش مادری است که خودش نقش سازنده ای داره و ارزشمندی برای یک فرد ایجاد میکنه. بله، که بله. چون میخواد که مادر نه تنها که میتونه مثلا میگه مادر شاید وظیفه‌ای که با عهده داره همون وضع حمل و شیردهی باشه، ولی ما اینجا میخوایم بگیم نه، وظیفه مادر خیلی بیشتر از اینها هست. درست. تا یک خانواده آرامی رو ایجاد کنه. اینه که بهمی دوتا خلاصه نمیشه که باشه، بلکه مسئولیت های پرورشی تربیتی خیلی بزرگتر یک مادر به عهده داره. انسان ساز است، حتی میتونه ثمره اون هدایت جامعه رو بعداً به عهده داشته باشه و در جامعه رشد و نمو پیدا کنه. و این همون چیزی است که یک مادر نباید خودخور دست کم در تربیت فرزند بگیره، چون هر فرد جامعه، اون هر فرد خانواده وارد جامعه میشه. احسن. جامعه رو میسازن. خب حال یک مادر باید چه کارهایی رو بکنه؟ علاوه بر محبت و مهری که در خانه باید ایجاد کنه، یکی خوشرفتار و خوشگفتار باشه. این خیلی میتونه تاثیر بگذاره هم روی فرزندان او، هم روی همسر او حتی تاثیر بگذاره و یک خانه امنی رو ایجاد کنه. چون زن نسبت به مرد ما گفتیم عاطفی تر هست. بله. پس گفتارها و اخلاق ظرافت خاصی نسبت به مرد داره. از همونا میتونه به تای خانه استفاده کنه و داخل خانه خودش رو یک خانه آرام ایجاد کنه. خب چون زنها
ها معمولا نرم خو هستن و میتونن که از و بر خدای نکرده برعکس بشه، یک زنی خشونت در خانواده ایجاد کنه، این خانه دیگه ناامن و ناآرام میشه. بله. بلکه باید از اون نرمی بودن و عاطفی بودن خودشان قوی کنن و بیشتر استفاده کنن. ما برای همین داریم که شغل‌هایی که مشاغلی که برای زنها باعث ایجاد خشونت میکنه کمتر استفاده درست. بشه، چون باعث میشه که این زن به سمت خشونت بره. بله. و اون چیزی که در ذات او هست، عاطفی بودن رو و نرم‌خویی رو از این زن ممکنه بگیره. ما این در سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که در خانواده به گونه ای بودن و همیشه باعث می شد که آرامش فرزندان و همسر خودشان باشند. و این را امام علی علیه السلام می فرمایند که هرگاه به فاطمه سلام الله علیها نگاه می کردم تمام غم و اندوه من برطرف می شد. بله. خب این اگه این درس همین بس خیلی کوچیک رو یک خانم درس بگیره، اینه که باعث آرامش مرد و فرزندان خودش میشه. به خاطر چی؟ به خاطر مدیریت صحیح بوده که میتونه یک زن در خانه داشته باشه. درست. و یعنی وقتی که مرد ممکنه تنش‌های زیادی به خاطر کار مشغله بیرون از خانه داشته باشه، ولی باید داخل خانه رو برای خودش یک پناه امن احساس کنه. بله. جایی باشه که بتونه در اون احساس آرام کنه، حتی برای فرزندان هم همینجور. مثلا ما الان کم افرادی نداریم، متاسفانه تنش‌های در بین خانواده ها هست. مثلا فرزند مراجعه میکنه میگه که من هرچی ترجیح میدم که بیشتر کلاس ها و مکاتب بیشتر برم که کمتر با خونه باشم. بله. به خاطر ای که خانه ما همش تنش و دعوا و جنجال هست، محیط آرامی نیست. خب ای به خاطر چی فراری از خانه است؟ به خاطر که اون محیط خانه آرامی نیست. و اگه همه مورد رو مثلا دقت کنیم، اگه محیط آرامی باشه، همه فرزند احساس میکنه که از درس مثلا بیرون خانه تمام شد یا مرد کاری به خارج از خانه تمام شد، سریع به منزل برگرده. بله. چون خانه رو برای خودش محیطی آرام میبینه و با نشاط میبینه. که این هم از وظایف خانم‌های بزرگوار است که باید رعایت کنه. دیگر از مواردی که زن باعث میشه که آرامش رو به خانه بیاره و از نکات مهمی هست که اینجا باید خانم‌های عزیز توجه کنن، امانتداری زن هست. درست. هم در زمینه برای همسر هم برای فرزندان. ولی برای این امانت داری برای همسر خیلی مهمتر هست. خب حالا ممکنه سوال بشه که این امانت داری منظور چی هست؟ ما میگیم امانت داری در حفظ اموال باشه یا در حفظ راز باشه. در هر دو امانت داری در هر دو حالت. در هر دو حالت چه مال باشه چی راز باشه. در هر دو داره خانه باید به این نکته وجود داشته باشه. ما در سوره نساء آیه 34 هست که خداوند متعال می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء. این قسمت آخرشون آیه هست، این است که کلا اول که می‌فرماید مردان سرپرست و نگهبان زنانن به خاطر برتریایی که به اونا دادن در نظام اجتماعی، نگفته به خاطر برتری بودنشون، بلکه به خاطر او قدرتی که نونآوری که دارن، سرپرستی که میتونن داشته باشن، به خاطر انفاقی که در اموالشون میتونن بکنن. و در مقابل زنان صالحی هستن که گفتن زنان چین فصالحاتو قانتاتو حافظاتو لغیب. اینجا خیلی نکته جالبی رو بیان کنه. زنان صالح زنانی هستن که متواضع هستن. بله. زنانی که غرور و خودپسندی و اینها همون آرامشی که ندارن داره در وجود خودش. مورد بعدی که در غیاب همسر خودشون باعث میشه حقوق و اموال همسر حقوق و مسائل مربوط به خانه رو حفظ کنن. این رو خداوند متعال می فرماید، یعنی این در نهاد یک زن شایسته قرار داده شده است که باید اموال همسر خودش رو حفظ کنه. خب حالا میگن حفظ کردن اموال به چه صورت ممکنه اتفاق بیفته؟ حفظ کردن اموال که هست از لحاظ اقتصادی از لحاظ متفاوت میتونه یک خانم اموال رو حفظ کنه. اولین موردی که شاید به ذهن همه ما برسه اینه که صدمه به اموال نزنه، یعنی جوری مواظبت کنه که این اموال زود خراب
نشه در منزل، یا مثلا جوری ولخرجی نکنه، مثلا اگه به خریدی رفت جوری خرج نکنه که مردی همش نگران باشه که همسرم الان رفت بازار دیگه خود معلوم نیست از این چیزی باقی میمونه برگردانه یا بر نگردانه. خب یک میان برنامه آماده نشر است، ببینیم بعد ادامه صحبت های شما درست است. عزیزان بیننده، همکاران ما وقفه و میان برنامه آماده نشر دارن که تقدیم شما عزیزان میکنیم و بعد از او همچنان با برنامه روشنا همراه و همگام باشین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. در پی شهادت حسین در قلب‌های مؤمنان عشقی به او پدید آمده است که هرگز سرد نخواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب شما با برنامه روشنا همراه هستین و موضوع برنامه ما امروز در رابطه با نقش والدین در ایجاد آرامش در خانواده هست و شما عزیزان، شما والدین عزیز میفهم که همیشه و همیشه آرزو دارین که یک محیط آرامش و پر از صفا و صمیمیت در خانه و خانواده خودتان ایجاد کنین و این تلاش و کوششتان همیشگی هست و ما هم میخواییم که همراهی کنیم با شما عزیزان و بگوییم که با چه رقیم، با چه روش ها و با چه طریق هایی میتونین یه آرامش و صفا و صمیمیت در خانه و زندگیتان به وجود بیارین. اما بسیاری از مسائل ها را بازگو شدن خواهر خوم خانم حسن‌زاده و در ادامه همچنان میشنویم. بله، بس امانتداری زن بود در خانه که خودش ایجاد آرامش میکرد. خب در ادامه گفتیم مرد وقتی که زن در همه زمینه ها امانتدار باشه، مرد یک احساس خاطر خاصی داره دیگه، تشویش نداره که من الان مثلا یه خرجی که به خانم دادم ای تا آخر ممکنه خرج بکنه و با آخر برجی چی نمانه. دیگه تشویش نداره چون میدان زن امانتداری هست. یا مثلا تامین هزینه‌های زندگی مرد نهایت تلاش رو میکنه و هرچی هم که کار میکنه میاره در خانه قرار میده. دیگه اینجور نیست که مثلا از چشم زن پولی چیزی پنهان کنه. بله. به خاطر که این اطمینان رو داره که زن امانتداری هست و اسراف هم نمیکنه. این هم خیلی مهم نکته مهم است. خب و یعنی ولی اگر نه یک خدای نکرده خانمی باشه که چوب حراج به تمام زندگی بزنه، خب مطمئنن این خانه نارام میشه. مرد تشویشای خودش رو داره و زن هم دیگه همش فکر میکنه کمبودهایی رو داره و برای تامین زندگی مرد از او بدل سرد میشه و زن هم از این بر کم میاره و این خودش نارامی میاره. خب یکی دیگه که از بحث اقتصادی و مال و دیرهی بالاتر هست، امانتداری در رازدیریه. ممکنه مردی به خارج از خانه بره و در مشکل بدهکاری داشته باشه، مشکل اقتصادی داشته باشه یا مثلا با کسی اختلافی داشته باشه، این رو بیاره با همسر خود در میان بگذاره. ولی اگر همسر یا نه برعکس که انتظار نداره، این که میخواد اون رازدار باشه و این رو به کسی بازگو نگونه، خدای نکرده آبروی رو ببره و باعث بشه این رو به جاهای مختلف بازگو بکنه. این خودی باعث میشه که
اعتماد رو از این خانه ببره و آرامش رو از خانه ببره و خب مشکلات دیگری رو ایجاد میکنه به خانه. نه تنها گرفتاری و مشکلی از این آقا برطرف نمیشه، بلکه باعث میشه گرفتاری های دیگری هم احساس کنه، مرد ناامنی رو در خانه احساس کنه که خودی بدترین مورد هست و کم کم به همسر خوب اعتماد بشه و دیگه هیچ مسائلی رو با یه همسر خودش در میان نگذره، در حالی که میتونه زن به عنوان بهترین مشاور برای همسر خودش باشه. ولی خب با حفظ آبرو، بله، بر اساس گپی که شما گفتین خود زنها هست که او اعتبار خودشان از دست میتن بخاطر امی که رازداری ندارن و امانتداری ندارن. خب این باعث میشه که خود این احساس آرامش رو نه تنها از مرد گرفته، بلکه از خود خانه هم بگیره. یعنی خود زن هم احساس آرامی میکنه وقتی همسر نیاد، چه از لحاظ اقتصادی به او اعتماد کنه، چه از لحاظ رازداری به او اعتماد کنه، خب این آرامش رو از خود زن هم میگیره، گرفته میشه. بله، پس به هر دو مورد لطمه زده. خب یک مورد دیگه همراهی کردن و همدلی کردن با همسر و فرزند هست. مخالفت کمتر بکنه، ممکنه برای ضرر خانم تمام بشه. مثلا بعضی از همراهی کردن ها ممکنه نیاز به گذشت داره، نیاز به ایثار داره، نیاز به صبر داره که هم باید از جانب خانم خانه رعایت بشه تا اوخ آرامش در خانواده حفظ بشه. یک مطلب دیگه که به خانم های محترم بازم برمیگرده پاکیزگی خانه، نظافت خانه و حتی آراستگی فرزندان خود هست. این خود باعث آرامش در خانواده میشه. اگه دقت کرده باشیم خیلی مثلا خانه هایی که مرتب هست، تمیز هست، هر چیزی به جای خود قرار داده شده و دارای نظم هست، این خانه که احساس وارد میشه احساس یک آرامش میکنه. ولی نه، خانه هایی که مثلا به هم ریخته است و شلوغ پلوغ است و اینا، همونطور نارامی به انسان هم منتقل میشه. دقیقاً همونطور. پس این خود وظیفه خانم خانه که باید دقت کنه که این وسایل رو به کجا مرتب بچینه و چه خانه مرتبی رو داشته باشه. ما حتی داریم که نظافت رو جزی از ایمان دانستن و حتی ما در مسائل دینی داریم که نماز خواندن با لباس یا فرش نجس باطل هست. خب این مسائل در اسلام هم خیلی توجه شده است. خوب است که در خانواده ها هم توجه شد تا این آرامش در خانواده ایجاد بشه. حالا یک در داخل یک قوس ما یک جمله رو بگویم خانم اصلا، اگر اجازه بدین خواهش میکنم. گاهی وقتا بسیاری از مادرها و زنها شکایت دارن از این موضوع که هر چی که من در داخل خانه پاکاری میکنم ولی اعضای خانواده رعایت نمیکنن. خوب است که جمع اعضای خانواده هم همکاری داشته باشن با خانم خانه، نه که بتونن همه با هم یک محیط پاک، یک محیط تمیز، یک محیطی که مطهر است داشته باشن. صرف مثلا بر ازی واگذار نکنن که این خانم خانه است، وظیفه اوست، پس این می باید جمع کنه پاک کنه همیشه و دیگه اعضای خانواده ایت رعایت نکنن. هر کس هر چقدر بریزانن بپوشانن بگینون دیگه یک نفر از جمع میکنن. این نکته رو همیشه بازگو باشیم، هرچند که خانواده های خوب ما ایره رعایت میکنن هر مدت در جمع خانواده. نکته بسیار عالی بیان کردی و این مدیریتش با خانم خانه هست. اصلا الان ما در بحث همکاری با آقا با خانم این نکته را بیان میکنه، ولی بسیار نکته خوبی رو بیان کردین که توجه داشته باشن اعضای خانواده. حالا یک مورد دیگه، نقش مرد در ایجاد خانواده. این نقش زن رو ما بیان کردیم. خب با توجه به محدودیت وقت این نقش مرد رو بیان میکنیم که ایجاد آرامش چه نقشی داره. با توجه به شرایط فیزیکی جسمی مردان که همه میدانیم که از لحاظ قدرت بدنی بیشتری برخوردار هستن، تفاوت‌های با زن وجود داره. این که باید این کارهایی رو بیشتر انجام بدن در خانه و توجه داشته باشن تا این آرامش در خانواده بیشتر بشه. مورد اول تامین امنیت روانی در خانواده، یعنی همون غیرت مردانگی در خانه که این رو حتما باید حفظ کنن و همین حفظ کردن همین غیرت باعث میشه که بسیاری از ناآرامی ها در خانه کم بشه. خب حالا میگن به چه صورت ممکنه ایجاد کنیم؟ چون گاهی وقتا غیرت که وقتی میگیم یک برداشت دیگه ای دارن. ما بحث اعتدال در غیرت رو میگیم، نه بحث افراد، همون بحث اعتدال رو. و بعضی الان داره به مرور زمان دو جوری پیش میره که دیگه صدای از او غیرته
بالا کم نمیره. شده کامل دیگه از بین رفته کم رنگ میشه، ولی باز هم بین مردان ما وجود داره. ولی ما الان باز هم به اشاره میکنیم که از لحاظ اعتدال رعایت شده بشه. اینه که اگه خدای نکرده همین غیرت رعایت نشه، صدمات جبران ناپذیری به خانواده زده میشه. ما داریم که خانواده های میاین میگن که همسرم و محرم نامحرم رو زیاد رعایت نمیکنه، با دوستان رفت آمد میکنه و اونها رو به خانه میاره. بله. و این دوستان ناباب تاثیرات سوی رو فرزندان و همسر هم گذاشته. خب این رو باید جلوگیری بشه و این مرد خانه باید توجه داشته باشه که محیط خانه محیطی هست که مخصوص به اهل خانه است و اون صفا و گرمی خانه رو با دوستان نباید بگیره از بین ببره. اگه دوستانی داره، دوستانی باشه که در بتونه اونها رو اعتماد کنه که در محیط خانه اونها رو میاره. توجه داشته باشه هر نوع دوست خویشاوندی رو به داخل خانه نیاره. و دیگری که به همسر خود یک مقدار غیرت داشته باشه. ما چقدر الان مثلا بحث حجاب و عفت رو میگیم، چقدر خانمایی هستن که حتی همسران اونها دارن متاسفانه اونها رو تشویق میکنن به بونه به روز شدن که با آرایش مثلا خیلی بله آرایش بله. بیرو بشن یا لباس نامناسبی بپوشن بیرون بشن. خب ما میگیم که این از بیغیرتی یک مرد هست. بله. چون با غیرت مرد به اون است که اگر حجاب زن خورد تحت کنترل داشته باشه. بله. جوره نباشه که به او بیخیال باشه و مثلا همسر او از لحاظ عفاف و حجاب و اینا در جلوی مردان دیگه هم حضور پیدا کنه. خب این حالا که مثلا تذکری رو بده به صورت خلاصه. ما حتی داریم اگه مردی که تلاش نمیکنه برای عفت و حجاب خودش در روایت اسلامی به عنوان بیغیرت نامیده شدن، چون صحنه انگاری کرده در عفت همسر خودش مورد مجازات قرار داده شده است. داریم که میگن که هر مردی که راضی باشد همسرش با آرایش از خونه بیرون بره، اون مرد بیغیرت است. قشنگ بیغیرت رو نامیده. هر گزن با بوی خوش عطرزده و آرایش کرده از خانه خارج شه، شوهرش هم به این کار او راضی باشه، هر قدمی برمیداره یک بنایی رو در جهنم برای خودش میسازه. یعنی اینقدر تاکید شده. ما لحاظ غیرت گفتیم بله. به این مضمون گفتیم که اعتدال داشته باشه و بتونه عفت و حجاب خودش و خانوادش رو حفظ کنه. همونطور که به خانه خانواده خودش حجاب و عفت و اینا رو میخواد مثلا تذکر بده، خودش هم اون مورد رو رعایت کنه که مثلا بله. از لحاظ چشم به نامحرم نگاه کردن و این موارد. خب مورد دیگه حالا که یه اعتدالم که میگین، گاهی وقتا ببخشیم که من بختزی که از این موضوع باز تیر نشیم جای دیگه نریم. مثلا وقت اعتدال میگیم، یعنی منظور اینه که افراط نباشه. باز برعکس ما مردان داریم که قدر تعصب دارن و حتی اجازه نمیتن که مثلا زنانشان از خانه براین بیرون. او دیگه خیلی لازه چیز در اجتماع نمیتونن. او محدودیت گفته میشه، حتی برای درس خواندن، حتی برای بیرون رفتن، برای یک سودا خریدن، یا به خاطر یک کاری که زن نیاز داره که گاهی وقتا مثلا بره بیرون از خانه، در او حد باز سختگیری و محدودیت دارن که مثلا شما گفتین حد اعتدال، ما گفتیم باش که این بحث افراطم بگویم که متوجه باشن که در او زمینه دیگه غیرت گفته نمیشه دیگه. او برای زن یک محدودیت او دیگه کاملا میشه. ممنون تعصب ها دیگه یک حالت چی. پس حتی اعتدال از همه بهتر است. از همه بهتر. نه او قد آزاد بذاره زن خودش رو، نه از این طرف برای او محدودیت سختگیری داشته باشه. خب مورد بعدی همکاری در امور خانه هست. ما گفتیم نظم و انضباط و مدیریت نظافت خانه به عهده خانم خانه هست. ولی ما میگیم که در این جی اگه میخواد کانون خانه داده گر مصمیمیت داشته باشه، این است که همسر هم یک مورد با همکاری داشته باشه. همون نکته که خود شما بیان کردین، هر چند کم. حالا خانم ها ممکنه زیاد هم همسری که صبح میره کار تا شب سر کار هست و کار میکنه و خسته میاد، شاید انتظاری هم به صورت نداشته باشه. ولی همون مقدار کمی که در حد وسع اینا هست به کمک کنن، این خود صمیمیت رو در خانه میاره. یک دلگرمی ایجاد میشه و باعث میشه که زن احساس کنه که مورد توجه مرد خوده.
شده و محبت و احساس عاطفه یک مرد رو به خانم خودش میرسونه. خب اینو بعضیا میگن که ما شنیدیم، من زیاد هم شما هم شنیدین که میگن که زن غیر از کار خانه کار دیگه ای نداره. حال ما به خانم شاغل و اینها رو که بمانه کار نداره، همین خانمی که خانه داره میگن غیر از این کار نداره. ما همین کارهای خانه رو هم در نظر بگیریم، از نظافت خانه، سر و سامان دادن بچه‌ها، نظم و انضباط دادن به خانه، آشپزی و الی آخر که بخواسته بکنیم، همین خود یک کار بسیار زیادیه. از صبح تا شب شاید اصلا استراحتی خانم خانه نداشته باشه، حتی تعطیلی هم نداره، چون هر روز باید این کارها تکرار بشه. پس خوبه که مرد به عنوان حامی زن در یک مقدار از کارهای جزئی در حد وسعش کمک کنه و زن هم مطمئن باشه در این زمینه بی پاسخ نمیذاره و اون محبت مرد رو میبینه و مورد توجه قرار میده. حالا اگه خانمی شاغل باشه یا مثلا بیماری داشت که مثلا شرایط خوبی نداشت برای کار کردن، اگه مرد هم وظایفی از عهده کار خانه رو به عهده بگیره، اینجا خیلی بهتر خیلی هست. بله، تقسیم کار یعنی تقسیم محبت. احسن. ما داریم حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند به همسر و خانواده خدمت نمی کند فردی مگر شخص یا صدیق یا درستگار یا شهید یا مردی است که خداوند متعال خیر دنیا رو برایش خواسته است. یعنی اینقدر داره براشون اجر قرار میده. و حتی ما در سیره بزرگان داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خانه حضرت فاطمه سلام الله وارد شدن و مشاهده کردن که ایشان با حضرت علی علیه السلام دارن آسیاب میکنن و آرد رو دارن درست میکنن، گندم رو آسیاب کنن که آرد درست کنن. و پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی این صحنه رو دیدن گفتن کدام یک خسته تر هستید؟ و اینجا حضرت علی علیه السلام عرض کردن که حضرت فاطمه سلام الله علیها خسته تر هست. درست. به خاطر ای که ایشون خسته بود و بلندشون کردن حضرت فاطمه رو و خود پیامبر به جای ایشان نشستن و همراه حضرت علی علیه السلام این گندم رو آرد کردن. خب پیامبر با اون چنان عظمت، با اون چنان مثلا موقعیتی که از لحاظ داشتن که رهبر جامعه بودن و اشتغالی که ایشون داشتن، باز هم در کار خانه ما داریم در احادیث زیادی داریم، روایت هایی که در سیره حضرت هست که همراهی داشتن که نمونه های زیادی هست که وقت دیگه نمی گنجه همه را اشاره کنیم. ولی یک به صورت کلی میتونیم بگیم که یک مرد خانه هم میتونه در انجام امور به و این خود فرزندان هم یاد میگیره در امور خانه همراهی داشته باشن با فرزندان با خانواده. دقیقاً مثل یک الگوی عملی میتونه باشه، عملی که پدر انجام میده در داخل خانه یا مادر انجام میده، همه را اولادا کپی میکنن و اونا را در محیط زندگی خودشان نشان میدن. دقیقاً. خب ما گفتیم بحث والدین در آرامش خانواده رو مورد بررسی قرار میدن. یک نکته دیگه که خیلی خانواده ها رو به هم ریخته این است که بعضی از خانواده ها احساس میکنن خودبینی در خودشان دارن، خودخواهی دارن والدینشان و این باعث شده که خانواده رو احساس ناآرامی کنه و آرامش خانواده رو به هم بزنه. خب حالا میگیم این خودخواهی یا خود برتری میتونیم بگیم به چه شکل ممکنه اتفاق بیفته؟ خب این یک نوع بیماری اول میتونیم بیان کنیم و از رذایل اخلاقی به شمار میره که فرد رو باعث میشه که نسبت به کارهایی که کسی دیگه برای انجام بده به اونا بیتفاوت باشه، ولی خدا نکنه خود یک کاری انجام بده، چنان اون کار رو بزرگ میکنه که فکر میکنه فقط همین کاری که این انجام داده در دنیا اجر و ثواب و ارزش داشته. ولی بدی خدا و بدی هم همینجوری میبینه، کسی که خودخواه هست و خود برتری داره و خودپسند است و اگه کوچکترین بدی بشه چنان بزرگ میکنه که حد و دیگه نداره برای او. ولی در مقابل درست بله. اگه بدی هم از فردی ببینه باز هم باعث میشه که او بدی رو بزرگ جلوه بده و به رخ او بکشانه و این خودش باعث ناآرامی میشه.
بله، هرچند فکر میکنم هنوز بسیاری از مباحث دیگه باقی هست که نشد، فرصت کم است، ولی خب تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که خانواده های عزیز ما بتونن از همین صحبت ها استفاده ها را ببرن و در زندگی خودشان از یک یک اینا عمل کنن. تشکر خانم حسن زادم. خب عزیزان بیننده، جان سپاس که همراه ما بودین. بسیار خوشحال بودیم که شما امروز همراه ما هستین و کوشش کنین که در روزهای آینده برنامه ریزی کنین و با وجود تایم برنامه ما که شما عزیزان متوجه هستین که کی ساعت 11 به وقت کابل برنامه روشنا هر روز تقدیم شما عزیزان میشه، حتما بیننده ای برنامه باشین. با اتفاق کارشناس محترم برنامه از حضور یک یک شما عزیزان خدافظی میکنیم و به هر حال لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل هم نزدیک هست. امیدوار هستیم که در این لحظات تمام کسانی که بیمار هستن و یا در بیامنیتی هستن در جامعه و کشور عزیزمان برشان دعا کنین. زنده باشین، تشکر و خدا نگهدارتان. صلاة الله سلام الله صلاة الله.